بچه ها اگه بخوام اثبات برداشت از برنامه زدلیک براتون بذارم تا یکی دو ساعت میتونم این کار رو ادامه بدم، چون توی این دو سه روزی که این برنامه رو معرفی کردم کلی از بچه ها از این برنامه برداشت دادن. توی این ویدیو قرار با هم دیگه بریم و روششون رو بهتون یاد بدم که چجوری میتونید توی دو سه ساعت از این برنامه گیفت کارت 5 دلاری برداشت بزنید. پس سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. من شهاب هستم و خوش اومدین به ویدیوی دیگه. بچه توی ویدیوی قبلی برنامه زدلیگ رو بهتون معرفی کردم که به نظر من یکی از بهترین برنامه‌ایه که توی این یکی دو سال بهتون معرفی کردم. توی چند ساعت میتونید ازش گیفت کارت 5 دلاری برداشت بزنید. توی این دو سه روزی که برنامه رو معرفی کردم نزدیک 2300 تا از بچه ها از این برنامه گیفت کارت برداشتن و واسه فروش پیشه حامد آوردن. شما اگه گیفت کارت از این برنامه برداشتید و خواستید بفروشید میتونید با حامد ادمین کانال تلگرام من پیام بدید. آدرس کانال تلگرام رو توی کامنت اول براتون پین میکنم، آیدی حامد اونجا هست، میتونید بهش پیام بدید و گیفت کارتتون رو به صورت نقدی بهش بفروشید. پولش به صورت تومن توی حساب بانکیتون توی ایران براتون واریز میکنه. بچه امروز توی این ویدیو اومدم بهتون یاد بدم که چجوری خیلی سریع توی دو سه ساعت از این برنامه گیفت کارت 5 دلاری برداشت بزنید. این روشی که میخوام بهتون یاد بدم روش کاملا اوکی و تضمینیه و تقریبا همه بچه‌ای که الان دارن روزانه توی این برنامه فعالیت میکنن از این روش استفاده میکنن که در ادامه ویدیو کامل توضیحاتش رو بهتون میدم. ویدیو رو بچه‌ها با دقت و تا انتهاش تماشا کنید، مطمئن باشید ضرر نمیکنید و زمانی رو هدر نمیدید. و اگه قسمت قبلی زدلیگ هم ندید حتما بعد این ویدیو برید ببینیدش. تامل ویدیوش الان روی تصویر براتون میذارم، ویدیوی قبلیه این ویدیو. چیز دیگه نیست که بچه‌ها، میخوام بهتون بگم بدون شرف اضافه دیگه ای بزنید بریم سراغش. بچه توی ویدیوی قبلی روی اون یکی گوشی من اکان ساختم و مراحل رو بهتون یاد دادم، امروز توی این گوشی اومدم مراحل رو بهتون یاد بدم، چون ترسیدم دوتا اکانت روی یه گوشی اگه بسازم اکانتم رو بند کنه. حالا زیاد حساس نیست فعلا، ولی شاید بعدا حساس بشه و اکانت رو بند کنه. شما سعی کنید اگه روی فضای اصلی گوشیتون یه اکانت دارید و خواستید اکانت دوم داشته باشید، به توی فضای دومتون این کار انجام بدید. چون من گوشی شیائومی ندارم، تصمیم گرفتم این یکی اکانتم رو روی این یکی گوشیم بسازم. و بچه ها این برنامه هم نسخه اندروید داره هم نسخه iOS و میتونید روی آیفون هم این برنامه رو داشته باشید. اینجا همونطور که میبینید من زدلیگ رو الان روی آیفون دارم. و بچه ها بریم سراغ برنامه و بهتون یاد بدم که چجوری میتونید با بازی کردن کلش رویال از این برنامه توی دو سه ساعت گیفت کارت 5 دلاری برداشت بزنید. بریم بچه ها سراغ برنامه و اول من واردش بشم و بهتون نشون بدم که چند تا زد کوین دارم و بعدم با هم دیگه بریم و بهتون یاد بدم چجوری زد کویناتون رو چند برابر کنید و توی چند ساعت به 60,000 تا برسونیدش و گیفت کارت 5 دلاری برداشت بزنید. خب بچه ها همونطور که اینجا میبینید من چند تا تورنمنت بازی کردم. یه مشکلی که بچه خیلیاتون دیدم داشتید توی کامنت ها این بود که شما میرید بازی میکنید، اکانتتون هم لینک کردید به برنامه زدلیگ ولی حساب نمیشه هرچی بازی میکنید. بچه من خودم روی این گوشیم اکانت جدید کلش رویال ساختم، همونطور که توی ویدیو قبلی بهتون گفتم اکانت جدید بسازید. خودم هم این کار رو انجام دادم تا لول 7 بچه من هرچی بازی میکردم توی زدلیگ ثبت نمیشد، چون اکانت جدید ساخته بودم فکر کنم حساسیت داره یا همچین چیزی که کسی تقلب نکنه و اینا، تا لول 7 اصلا حساب نمیکرد. من به لول 7 که رسیدم توی 2 3 ساعت به لول 7 رسیدم توی کلش رویال. بعدش بچه ها دوباره اومدم اکانتم رو لینک کردم، دیدم اوکی و کاملا اوکی امتیازها رو حساب میکنه که الان در ادامه بهتون نشون میدم که هم اکانت زدلیگ رو جدید ساختم هم اکانت کلش رویالم. خب بچه ها اینجا بذارین توی بخش شاپ بهتون نشون بدم که گیفت کارت 5 دلاری گیم استاپ چند تا زد کوین میخواد. همونطور که میبینید بچه ها 60,000 تا میخواد که توی کامنت ها دیدم چند تا از بچه ها نوشته بودن که باید یه ماه بازی کنیم که به 60,000 تا برسیم، ولی نه بچه ها اینجوری نیست. الان در ادامه بهتون نشون میدم که چجوری مثل برنامه آکتو از زی کویناتون استفاده کنید و خیلی راحت به 60,000 تا برسید. خب بچه اینجا من میام توی بخش تورنمنت ها کلش رویال انتخاب میکنم و اینجا اسکیل بیست تورنمنت رو میزنم. اینجا بچه ها سه نوع تورنمنت داره، همونطور که توی ویدیو قبلی هم بهتون گفتم چون من کلش رویال بازی میکنم اینجا کلش رویال انتخاب کردم. شما اگه براول استارز یا پابجی و اینا بازی میکنید میتونید برین بازی های خودتون رو انتخاب کنید. من فقط اینجا مسیر
راه بهتون نشون میدم که چجوری میتونید سریعتر برداشت بزنید. خب بچه ها اینجا من توی این صفحه تورنمنت سه بازیه رو انتخاب میکنم و توی این صفحه بچه ها چون الان هیچ زد کوین ندارم از بخش فری استفاده میکنم. شما اگه زد کوین ندارید اینجا باید بخش فری رو بزنید و یه تورنمنت رایگان رو شرکت کنید. نفر اول 300 تا کوین میگیره، نفر دوم 200 تا، نفر سوم تا پنجم همونطور که میبینید 100 تا کوین میگیره که من اینجا استارت رو میزنم که توی این تورنمنت شرکت کنم. شما هر موقع زد کویناتون صرف شد بیاین یه تورنمنت رایگان شرکت کنید. همونطور که میبینید بچه تورنمنت استارت شد و الان من 30 دقیقه وقت دارم که 3 تا بازی توی کلش رویال بازی کنم و اینجا توی این تورنمنت اول یا دوم بشم. خب بچه اینجا من وارد کلش رویال میشم. همونطور که بهتون گفتم حداقل لولتون رو به 7 برسونید اگه پلیر کلش رویال نیستید و تازه اکانت ساختید. اگه پلیر قدیمی هم هستید بهتون پیشنهاد میکنم یه اکانت جدید بسازید که بتونید بیشتر بازی‌ها رو 3 ستاره ببرید یا 3 تا تاج بگیرید. اینجا ساب میکنیم که بازی بیاد. بچه من اینجا ساعت ویدیو رو میبرم بالا 10 برابر میکنم و این سه تا مچ رو بازی میکنم که شما مرحله به مرحله همه چیزو ببینید و چیزی رو جا نندازید. اینجا بچه همونطور که میبینید کارتای خوبی من ندارم و با این کارتا اصلا بازی نمیکنم توی اکانت اصلیم، ولی چون اینجا کارت دیگه ای نیست مجبورم از اینا استفاده کنم و زیادم توی این اکانت من خوب نیستم. بریم بچه ها من سه تا مچ رو بازی کنم، ساعت ویدیو رو 10 برابر میکنم که خیلی سریع تمام بشه واسه شما و ببینید که چجوری امتیازها رو میده و چجوری بعدش میتونید امتیازاتون رو چند برابر کنید. بریم بچه ها سراغش. خب بچه همونطور که دیدید مچ اول و دوم من با 3 تا تاج تموم کردم، یعنی بیشترین امتیاز ممکن رو گرفتم. بریم وارد برنامه زد لیگ بشیم و اینجا بچه همونطور که میبینید فعلا یکی از بازیام ثبت شده، 6 تا امتیاز گرفتم. شما اگه بازی رو 1 ستاره ببرید 4 امتیاز بهتون میده، اگه 2 ستاره ببرید 5 امتیاز بهتون میده و اگه 3 ستاره ببرید بهتون 6 تا امتیاز میده. بچه اینجا یه نکته داره که میخوام بهتون بگم، اگه دیدید حریفتون قویه و نمیتونید 3 تا خونش رو تخریب کنید، 3 تا قلعش رو تخریب کنید، یکی از قلعاش رو تخریب کنید و بعد بذارید حریفتون یکی از قلعهای شما رو تخریب کنه که 1-1 بشید و بازی ادامه پیدا کنه و شما زمان بیشتری داشته باشید که 2 ستاره یا 3 ستاره بکنید حریفتون رو. به این خیلی دقت کنید. من خودم بیشتر موقع از این ترفند استفاده میکنم چون اگه 1-1 شما برید بهتون 4 تا امتیاز بیشتر نمیده و امتیاز کمیه. سعی کنید حداقل 5 تا یا 6 تا امتیاز از هر مچ بگیرید که با این روش که بهتون گفتم میتونید بازی رو ادامه بدید. 2 دقیقه دیگه فکر کنم بازی ادامه پیدا میکنه و توی اون 2 دقیقه شما میتونید حریفتون رو 2 ستاره یا 3 ستاره بکنید و امتیاز بیشتری بگیرید. خب بچه اینجا همونطور که دیدید یکی از مچام ثبت شده. بریم من مچ سومم بازی کنم و تورنمنت رو تموم کنم و بعد ویدیو رو یه کات بدم و بعد بیام بهتون نشون بدم که چجوری بهم امتیاز داده و بعد بهتون میگم که چجوری میتونید امتیازاتون رو تا 4 برابر حالت عادی افزایش بدید. اینجا من مچ سومم استارت میکنم و سرعت ویدیو رو میبرم بالا که وقت شما الکی گرفته نشه. خب بچه همونطور که دیدید من مچ سومم بازی کردم، حریفم خیلی قوی بود، نتونستم از اون ترفندایی که گفتم استفاده کنم واسه زدنش، کلن تونستم یه ستاره بگیرم و در نهایت بچه ها این تورنمنت من با 3 تا برد تموم کردم. همونطور که دیدید 2 تا 3 ستاره گرفتم، یه دونم تک ستاره که اگه سرجم حساب کنیم امتیاز خوبی گرفتم، ولی بازم معلوم نیست اول بشم یا دوم یا سوم چون حریفامو نمیدونم چی کارن. من بچه ها ویدیو رو یه کات میزنم، بذارین اول وارد زدلیک بشم که ببین دوتا مچ اول و
حساب کرده. نگاه کنید بچه ها، مچ دوم هم که بازی کردیم و حساب کرده، کلن این تورنمنت حدود 11-12 دقیقه از همون وقت گرفت و من فعلا اولم، ولی مچ آخر رو بد بازی کردم و کلن یه دونه از قلعه‌های حریفم رو خراب کردم و همونطور که اینجا میبینید 4-12 امتیازی داریم. بچه ها ویدیو رو کات میزنم که نتیجه تورنمنت بیاد و بعد بیام بهتون نشون بدم که نفر چندم شدم و چند تا زد کوین گرفتم و بعدم بهتون یاد میدم که چجوری میتونید زد کویناتون رو تا 4 برابر افزایش بدید. خب بچه ها من حدود 20 دقیقه منتظر موندم که نتیجه تورنمنت بیاد و اینجا همونطور که میبینید من دوم شدم به خاطر مچ آخر که بد بازی کردم. همونطور که میبینید 16 تا امتیاز دارم، دو تا مچ اولو ازشون 2-6 گرفتم، 2-6 امتیاز، 12 امتیاز. مچ سومو چون تک ستاره زدم یا از قلای انمیو خراب کردم 4 امتیاز بهم داد، سرجم شد 16 تا امتیاز. ولی نفر اول همونطور که میبینید 17 امتیاز داره و 300 تا کوین اون گرفت. من چون دوم شدم 200 تا کوین گرفتم، ولی بازم اوکیه و از همین 200 تا الان در ادامه ویدیو ما استفاده میکنیم و چند برابرش میکنیم. بریم بچه ها و بهتون بگم که چجوری میتونید زد کویناتون رو چند برابر کنید. خب بچه ها الان ما زد کوین داریم، اول زد کوین نداشتیم، نمیتونستیم توی تورنمنت های وردی دار شرکت کنیم، الان زد کوین داریم که کاملا رایگان گرفتیمش. و بریم بچه ها اینجا دوباره وارد بخش تورنمنت بشیم و دوباره همون تورنمنت سه بازی رو انتخاب میکنم. اینجا بچه ها اینجا توی این صفحه این بار دیگه من فری رو انتخاب نمیکنم، بالایی رو انتخاب میکنم که از زد کوینام استفاده کنم و ضریب سکه گیریم رو افزایش بدم که الان دقیق بهتون یاد میدم که چجوری میتونین این کار انجام بدید. بچه اگه توی این تورنمنت ها میخواین شرکت کنید، اول بریم بازیتون رو قوی کنید. اگه تازه کلش رویال رو نصب کردید، اول چند دست بازی کنید خوب. وقتی بازیتون به نظر خودتون اوکی و حرفه‌ای شد، بیاین توی این تورنمنت ها شرکت کنید. اینجا بچه ها نگاه کنید، الان من از 220 از زد کوینام استفاده میکنم. همونطور که میبینید الان اگه توی تورنمنت من اول شم 880 تا زد کوین بهم میده که واسه من آسونه، چون اکانت جدید ساختم، حریفام هم تقریبا ضعیفن و راحت میتونم به این مقام برسم، به مقام اول، و 880 تا زد کوین رو میتونم بگیرم. نهایتا اگه اولم نشم دوم یا سوم میشم، اگه دوم بشم بچه 440 تا زد کوین بهم میده که میشه دو برابر زد کوین های خودم، و اگه نفر سوم بشم 220 های خودم رو بهم پس میده. نفر سوم تا پنجم همونطور که میبینید زد کوین های خودتون رو بهتون پس میده که میتونید توی این تورنمنت ها هم شرکت کنید. اگه اول تا پنجم هم نشوید و زد کوین هاتون صفر شد، دوباره میتونید برید توی تورنمنت های رایگان شرکت کنید، زد کوین بگیرید و بعد دوباره بیاین توی این تورنمنت ها شرکت کنید و زد کوین هاتون رو چند برابر کنید. الان بچه ها من توی این تورنمنت شرکت میکنم، اینترویت 220 زد کوین رو میذارم بچه ها که وارد این تورنمنت بشم و شرکت کنم و ببینید که چجوری من زد کوینامو چند برابر میکنم. وقتی بچه 880 تاشو دوباره میتونید بیان توی یه تورنمنت دیگه شرکت کنید و 880 تاتون رو دوباره 4 برابر کنید. 60,000 تا رو اینجوری خیلی راحت توی 3 ساعت 4 ساعت میتونید بگیرید. که بریم بچه ها مسابقه های این تورنمنت هم من بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید دوباره 30 دقیقه وقت دارم که سه تا مچو بازی کنم و اول بشم، که در ادامه شما هم ببینید میتونم اول بشم یا نه. دوباره بچه من سرعت ویدیو رو 10 برابر میکنم و این سه تا مچ رو بازی میکنم و همه چیز رو دقیق بهتون نشون میدم که شما هم کامل مراحل رو ببینید. خب بچه همونطور که دیدید توی هر سه تا مسابقه من تونستم سه ستاره رو بگیرم و به احتمال 99% الان میتونم توی تورنمنت اول بشم و
3200 تا، فکر کنم 3200 تا بود، 3200 زد کوین رو بگیرم و اینجا الان تاریخچه مسابقه ها رو هم بهتون نشون میدم. این 6 تا مسابقه ای که بازی کردم همونطور که میبینید، آخری و 3-0، قبلی و 3-1، 3-0، 1-0، 3-1 و 3-0 نتیجه این 6 تا مسابقه ای بود که شما دید. الان وارد زد لیگ میشم و اینجا همونطور که میبینید بچه ها، دو تا از مسابقه هم فعلا ثبت شده، سومیش هم تا یکی دو دقیقه دیگه ثبت میشه و امتیازام به 18 میرسه و به احتمال خیلی بالا نفر اول میشم و 880 تا زد کوین رو میگیرم و بعد دوباره میتونم از 880 تا استفاده کنم و بکنمشون 3200 تا. ویدیو رو بچه من اینجا کات میزنم، وقتی نتیجه مسابقه اومد میام بهتون نتیجه رو نشون میدم. خب بچه الان نتیجه اومد، یکم صبر کردم، یکم کار داشتم رفت انجام دادم و الان همونطور که اینجا میبینید بچه سکام شده 881 و اینجا اگه نتایج تورنمنت های اخیر رو بیارم میبینید بچه اول شدم با 18 تا امتیاز و 880 تا رو گرفتم. الان دوباره میتونم از این 880 تا استفاده کنم، از هر مقدارش که دوست داشتم میتونم استفاده کنم و توی تورنمنت بعدی شرکت کنم و دوباره چهار برابرش بکنم. اگه بازیتون بچه خوبه، این تورنمنت ها واسه تون خیلی عالیان و میتونید توی این تورنمنت های ورودی دار شرکت کنید و جزو نفرهای برتر بشید و جایزهای خیلی خوبی بگیرید و توی 3-4 ساعت خیلی راحت میتونید به حداقل برداشت برسید. این 3-4 ساعت هم که بهتون میگم، توی هر ساعت 20 دقیقه ازتون وقت میگیره، اینجوری نیست که شما 3-4 ساعت پشت سر هم بخواین بازی کنید. و بچه ها تقریبا میشه شبیه برنامه آکتو که قبلا بهتون معرفی کردم که با حریفاتون بازی میکردید، هر کی که برنده میشد امتیاز رو میگرفت. اینم تقریبا همون جوریه که مسابقاش دیگه دهتاییه، دو نفره نیست. اینجا بچه من دوباره میام و یه دونه تورنمنت دیگه استارت میکنم و الان بهتون نشون میدم اگه از 800 تا زد کوین هم استفاده کنم، اگه اول بشم چند تا کوین میگیرم. همونطور که میبینید بچه، اگه از 850 تا از امتیازام استفاده کنم، از سکام استفاده کنم، اگه اول بشم 3400 تا کوین بهم میده، اگه دوم بشم 1700 تا که میشه دو برابر امتیازای الانم، دو برابر سکای الانم، اگه سوم تا پنجم بشم همون چیزای خودمو بهم میده، سکای خودمو بهم میده، اگه ششم تا آخر بشم دیگه هیچی بهم نمیده و بعد دوباره باید بیام توی تورنمنت های رایگان شرکت کنم که با اون ترفندایی که بچه بهتون گفتم خیلی راحت میتونید توی این تورنمنت ها شرکت کنید و برنده بشید و جزو نفرهای اول یا دوم بشید و جایزه ها رو بگیرید. اگرم حالا اینترنتتون مشکل داشت یا نتونستید برنده بشید، از تورنمنت های فری دوباره میتونید امتیاز به دست بیارید و توی این تورنمنت ها شرکت کنید. امیدوارم بچه ویدیو رو دوست داشته باشید، تقریبا همه چیز در مورد تورنمنت هاش بهتون گفتم. اگه سوالی مشکل چیزی هم داشتید دوباره توی بخش کامنت ها بپرسید، مطمئنن جواب میدم و من شما رو توی ویدیو بعدی میبینم. موفق باشید. خب بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اونو حتما حتما برای دوستاتون اشتراک گذاری کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب و زنگولم یادتون نره. در انتهای این ویدیو هم بچه این دوتا ویدیو رو بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید یکی از این دوتا ویدیو رو ببینید یا اگه این ویدیو هم دوست نداشتید یه سر به کانالم بزنید، پر ویدیوهای بال و به درد بخوره که حتما حتما میتونه کمکتون کنه. پس حتما این سر به کانالم بزنید. تا درودی دیگر. Bedroots.